هرگز کسی و حتی خودت را سرزنش نکن برای حتی بدقولی های دیگران عزیزان. این رو نیز عرض کردم. پس لازم داریم که در این رابطه اگر فکر میکنیم کسی به ما بدقولی کرده، اونها رو نیز ببخشیم و بدونیم شاید منم اونجا بودم بدقولی میکردم. نمیدونیم، شاید منم اونجا بودم بدقولی میکردم. نمیخوام توجیه بکنم، ولی میتونه این گونه باشه. پس ادراکی که روح القدس میده درک مخاطبه هست توی زندگی. شخصی که ناراحتی قلبی داشت و مدام لاتاری میخرید، خانوادهش متوجه شدن که 10 میلیون دلار لاتاری برنده شده و از اونجایی که میترسیدن به اون بگن و یک باره اون حالش بدتر بشه بر اثر این هیجان، رفتن با پزشکش در میون گذاشتن. وقتی پزشک متوجه شد گفت کار خوبی کردی، چون این هیجان برای اون میتونه بد باشه. گفتن آقای دکتر میشه شما بگید؟ چون شما هم خیلی دوست داره، یه جوری بهش بگید. دکترم گفت باشه بگو بیا تو مطب. وقتی مریض میاد شروع میکنه باش صحبت کردن، میگه اگه تو 1 میلیون دلار توی لاتاری برنده بشی چه کار میکنی؟ میگه خب نصفشو میدم به تو. دکتر یه چشاش میگه اگه 5 میلیون؟ میگه بازم نصفشو میدم به تو، تو کمکم کردی سلامتیمو به دست. میگه اگه 10 میلیون؟ گفت بازم نصفشو میدم. آقای دکتر همونجا سکته کرد. پس ما نمیتونیم عزیزان انتظار داشته باشیم جایی که خودمون در ضعف هستیم دیگران در ضعف نباشن.